در حدود 1.5 ماه از حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته می گذرد، اما نهادهای امنیتی که از سوی رئیس جمهور دستور گرفته بودند تا کسانی را که در تامین امنیت این ریاست کوتاهی کردند شناسایی نمایند و کیفر دهند، تا کنون کارشان پایان نیافته است. این کار حکومت با انتقاد سخت شماری از آگاهان سیاسی روبرو شده است. این آگاهان می گویند که حکومت در کار تامین امنیت نهادهای امنیتی ضعیف بوده است، از همین رو یا نتیجه بررسی هایشان را پخش نمی کند و یا هم اصلا بررسی هایی را در این باره انجام نمی دهد. تحقیقات در این مورد رئیس جمهور و ما در بالاترین سطح دنبال می کنیم. تحقیقات ایت مؤثر موظف شده که تحقیقات از یک طرف اگر ما را انشالله برسانه به ای که اونایی که در این شبکه این جنایت انجام دادن و خدا خواسته باشه در برابر قانون اونا محکوم شوند و به جزای اعمال خود برسن، از یک طرف، از طرف دیگه در جایی که غفلت بوده باشه از غفلت قابل بخشش نیست. یک تحقیقات جامع گسترده با همکاری نهادهای امنیتی و نهادهای زیربط بدون از اینکه نگرانی از ملامت شدن نداشته باشن کمک میکنه که ما یه حقایق پیدا کنیم. برای ما مهم نیست که چه ضعف وجود داشته و ما باید یک نفر رو ببریم تا زندان بیاندازیم. مهم است که ما خلاها و ضعف‌های خود را با این بررسی ها تکمیل کنیم و از حوادث دیگه که در انتظار ما هست جلوگیری کنیم. در کنار نهادهای امنیتی، کمیسیون‌های امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس نمایندگان نیز درباره علت‌های حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته بررسی‌هایی را انجام دادند. این کمیسیون می‌گوید بانک ریاست امنیت ملی به فرماندهی پلیس کابل و ریاست امنیت رجال برجسته نامه فرستاده بود و آنان را از احتمال حمله بر این ریاست خبر داده بود، اما این نهادها در تامین امنیت این نهاد توجه نکردند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که امنیت ملی مکتوب قبلا در اختیار قماندانی امنی کابل قرار داده و همچنین به خود رجال برجسته هم اطلاع داده دقیق هم که اینجا تصویر برداری شده و هدف حمله قرار میگیره که متاسفانه نه پلیس و نه رجال برجسته در این راستا وظیفشان رو به اون صورت انجام ندادن و همچنین تدابیر اضافی را هم اتخاذ نکردند. اما فرماندهی پلیس کابل این اظهارات کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان را غیر مسئولانه میداند. بعضی از افراد و اشخاص به خاطر سلیقه ها و عقیده های شخصی خود قضاوت میکنن و دور از واقعیت های عینی قضاوت میکنن که بسیار جای تأسف است و به این واقع به این برخورد های سلیقه ای نه تنها که قضیه طرف واقعیت میره، شاید و شاید که اذهان هموطنای شریف ما یا کابلی های شریف ما که در امیجا زندگی میکنه او را مخشوش بسازن. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز به هیئت ها و کمیسیون هایی که پس از رویدادهای هراس افکنی برای بررسی ها ایجاد میشوند باور ندارند. متاسفانه در نظام جدید هرچی کمیسیون ساخته شده تا هنوز یک نتیجه مثبت از اون نگرفته، کارها بسیار طولانی شده، در نهایت اون نتیجه ای که انتظار می رفت گرفته نشده. امیدوار هستم که کمیسیون متفاوت با دیگر کمیسیون ها کار کنه. در حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته به روز 31 ماه حمل در حدود 64 نظامی و غیر نظامی جان باختند و در حدود 300 تن دیگر نیز زخم برداشتند. خانواده های این قربانیان که برخی از افراد دولتی را در دست داشتن به این حمله متهم می سازند، از حکومت می خواهند که این افراد را شناسایی نماید و کیفر دهد.